سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله جنجالی حامد اسماعیلیون به صحبت‌های اخیر فرماندهی هوافضای سپاه میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. این روزا هر کسی از راه میرسه در حکومت جمهوری اسلامی سعی در توجیه عمل کرد و فرافکنی چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه تهدید از هر تریبونی استفاده میکنه و با ادبیات قلدر معابانه سعی در حمله به مخالفان میزنه. اقدامی که بارها بعد از خیزش سراسری در کشور و البته بعد از نوسانات بی سابقه و از دست دولت خارج شدن قیمت دلار در این روزها شکل بیشتری گرفت. اما عمق فاجعه بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و توضیحات عجیب فرمانده در همون زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت. شب اومده اینجا مستقر شده. آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست. و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده. این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. یعنی خط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به ترتیبی نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه. حالا این صحبت‌های این فرمانده هوافضای سپاه در تلویزیون باعث حواشی زیادی شد. 1000 نفرم از اینا کشته بگیریم میتوانست. اون تا یه مش سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود. ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن، اونا باید کشته بشن. ولی خب بالاخره کار نظامی کرده بودن، ما هم باید کار نظامی پاسخش رو میدادیم. تا جایی که این صحبت ها باعث شد حامد اسماعیلیون با حمله به این فرمانده سپاه نوشته: آدم کش، هر روز که میگذره بخشی به روایت بزدلانت از 18 دی ماه 1398 اضافه میکنی. فراموش میکنی 3 روز بعد از جنایت دهانت از استرس چوب خشک شده بود. آن ترس را دوباره خواهی دید. ما تو را زنده و بر نیمکت متهمین دادگاه میخواهیم. همچنین چندی پیش علی خامنه ای در اولین اظهار نظر رسمیش درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حتی یک بار هم نام کشور روسیه را نبرد و در مقابل آمریکا را در مورد حمله روسیه به اوکراین مقصر دونست و گفت که حکومت ایران خواستار توقف جنگ. حامد اسماعیلیون اما از اینکه علی خامنه ای نامی از روسیه نبرده انتقاد کرده و رهبر جمهوری اسلامی رو آدمکش خطاب کرده. او نوشته بود: جنگ روزی رسان توست آدم کش، تو حتی جرأت نکردی اسم روسیه رو بیاوری، جنگ تمام زندگی نکبتبار توست آدم کش. همزمان با حضور مردم بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، حامد اسماعیلیون در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال از برنامه خودش برای بازگشت به ایران گفت و با تأکید بر ضرورت همگرا کردن ایرانیان خارج از کشور گفته بود: باید به متنی مکتوب که مورد قبول مردم داخل ایران باشد برسیم. سخنگوی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در ادامه گفته بود: آخرین باری که فکر کردم میخوام به ایران برگردم اواخر نوامبر بود و به اندازه 1 کلیک به اون نزدیک بودم، اما خرید بلیط رو به فرداش موکول کردم. او در ادامه گفت: روز بعد به من اطلاع دادند که پرونده هواپیما در راه لاه است و فکر کردم باید برای فرجام، کاری که در کنار بقیه برایش 3 سال با خون دل کار کردم، حضور داشته باشم و بعد از اون هم که 3 سالگرد هواپیما به زودی فرا میرسد. بعد هم اتفاقاتی افتاد که تردیدم رو برای برگشت به ایران بیشتر کرد، اما میدونم قبل از اینکه انقلاب کاملا به پیروزی برسه باید این کارا رو کرد. حامد اسماعیلیون نویسنده یک کتاب گاما سیاب ماهی ندارد درباره سناریوهای مختلفی که تصور میکنه از زمان فرود هواپیماش در ایران با اونها روبرو میشه گفت و نوشت: بهترینش این بود که به میدان آزادی برسم و از اونجا تا میدان انقلاب فریاد بزنم. در انقلاب بنشینم و فریاد بزنم.
اگه مردم هم همراه شدند که چه بهتر. بدترینش هم این بود که در فرودگاه دستگیر بشم. من هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. منتها احمق هم نیستم و در مورد سناریوهای مختلف فکر میکنم. حامد اسماعیلیون از قرار گرفتن بر سر دوراهی اخلاقی گفت و این توضیحو داد. اینکه مثل یک قهرمان بمیری یا آلوده یه چیزی بشی. خیلی برای خودم نگرانم و ترجیح میدم مثل یک قهرمان بمیرم. البته اگه از دید مردم قهرمانم. اگه نه که دلم میخواد مانند فردی عادی که چیزی برای از دست دادن ندارد بمیرم. او در بخش دیگه از مصاحبهش در پاسخ به سوالی درباره گرایش‌های سیاسی خودش گفته قبل از این معمولاً به عنوان یک ناظر به وقایع نگاه می‌کردم. بعد از این اتفاق شلیک به هواپیما همه ی تمایلات سیاسی رو پشت در گذاشتم. مانند تمام افراد دیگه‌ای که در هیئت مدیره انجمن کشته شدگان هواپیمای اوکراینی هستم. مسئله اصلی دادخواهیه. حامد اسماعیلیون تأکید کرد که در انتخابات اخیر کشور دموکراتیکی مثل کانادا به هیچ یک از دو حزب اصلی رأی نداده، اما در ایران آزاد طرفدار حکومتی بر پایه جمهوریه و منتظر فعالیت احزاب مختلف و معرفیشون به مردم میمونه و بعد به عنوان یک شهروند رأی خواهد داد. او در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر حامد اسماعیلیون بیش از سرنگونی هواپیما حامد امروز رو ببینه چه فکری دربارش میکنه گفته این آدمی که الان هستم رو نمیشناسه. قبل از این من اصلا فکر نمیکردم این طور بشه. حتی در بدترین کابوس هام هم این فکر رو نمیکردم. پدر ریرا و همسر پریسا اقبالیان که در هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه کشته شدند از عمق دلتنگی و ناباوری خودش از این اتفاق هم گفت و یادآوری کرد. هر صبحی که بیدار شدم به آنها گفتم حقتان را میگیرم بدون استثنا و 3 سال تمام. کسی اینها دلتنگی و ناباوری از مرگ همسر و دخترش را نمیبیند. هر روز به صندلی خالی ریرا نگاه میکنم و میگویم حقت را میگیرم دخترم. حامد اسماعیلیون در بخش دیگه ای از این گفتگو درباره توییت مشترکی که در شب سال نو میلادی همراه با چهره‌های سیاسی و اپوزیسیون فعال خارج از کشور منتشر کرد گفت متن توییت رو علی کریمی برای من فرستاد و چون ایده خوبی بود انجام دادیم. او با بیان اینکه نه قبل از توییت و نه بعد از اون با همه افرادی که توییت کرده بودن صحبتی نکرده گفته امیدوارم بتونیم با هم صحبت کنیم. نه تنها با کسانی که این توییت رو منتشر کردند بلکه کسان بیشتری که باید با هم حرف بزنیم. حامد اسماعیلیون در حاشیه کنفرانس امنیتی هالیفکس در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود تنها درخواست ما از دنیا اینه که مقابل مردم ایران نایستند و کمکی بیش از این نمیخوایم که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنند و با قاتلان مردم ایران همراه نشن. سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 در واکنش به اظهار نظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد موانع موجود بر سر راه تروریستی خوندن سپاه نوشته آقای بورل به تاریخ پاسخگو خواهی بود. حامد اسماعیلیون همچنین در توییتی خطاب به جوزف بورل تصریح کرد و گفت ساده انگاری شما نسبت به سپاه شما را در برابر هزاران نفری که به قتل رسیده یا در زندان و کل خاورمیانه توسط جنایتکاران گروگان گرفته شده اند پاسخگو می کند. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر می خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.